خب در رابطه با جامعه ایران، خب خودتون خوب میدونین که جامعه هستش که کاملا شما هر نوع بحرانی رو میتونین در این جامعه ببینین. به قول معروف تو این جامعه در شرایط حال حاضر هیچ چیزی سر جای خودش نیست. ما با یک بحران عمیق و ریشه‌ای در همه سطوح روبرو هستیم. بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و این موارد، خصوصا در کنار حالا سال قبل ما همین پاندمی کرونا رو هم داشتیم، همه اینها دست به دست هم داد که ما با سطح زیادی از خشونت بر علیه زنان در ایران به طور عام و خصوصا در کردستان روبرو بشیم. اما اینکه بیایم این سطح خشونت رو تحلیل بکنیم، در جامعه‌ای مثل ایران که همه چی مخفی میشه، ما هیچ اطلاعات دقیق و موثقی نداریم و نمیتونیم تایید بکنیم، اطلاعاتی که منتشر میشه خیلی جسته گریخته و پراکنده هستن، ما نمیتونیم به طور دقیق به این سوال پاسخ بدیم. اما شواهد و قرائن نشون میده که زنان در ایران در طول یک سال گذشته با سطح زیادی از خشونت در همه سطوح، کلامی، جنسی، اقتصادی، سیاسی، در سطح خانواده اینا روبرو شدن و ما میتونیم بگیم انواع اقسام خشونت رو زنان در طول یک سال گذشته تجربه کردن. شما میگم حالا مثلا تو کشورهای دیگه آمارها مشخص هستش، اما در جامعه مثل ایران که نهادهای حمایتی خیلی کم هستش، مردم اون اعتماد رو به نهادهایی هم که حالا وجود داشته باشه دولتی ندارن. برای همین خیلی از زنها اصلا اون خشونتی رو که تجربه میکنن بیان نمیکنن. خشونت در ایران سیستماتیک هستش. به هیچ عنوان شما نمیتونید خشونت رو در ایران، در کشوری که حاکمیت از همه توان خودش استفاده میکنه، از هر ابزاری که در دست داره استفاده میکنه، این خشونت رو نهادینه کرده. شما فقط یه نگاهی به قوانین بندازین که کشتن زنان رو به دست پدراشون یا همسراشون، این رو صراحتا تایید میکنه، خودش به زن به عنوان ناموس نگاه میکنه، از هر راهی استفاده میکنه که زنان از اینکه بیان تو حوزه عمومی مشارکت بکنن، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جلوگیری میکنه. هرچند تو خیلی از موارد موفق نمیشه و زنان یکی از اون گروه هایی هستن که از همون روزهای اول استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اینها شروع کردن به مقاومت و از هر اهرمی استفاده میکنن که مقاومت بکنن. وقتی راجع به خشونت نسبت به زنان صحبت میکنیم، نمیتونیم بگیم هیچ جامعه رو نمیتونیم مثال بیاریم که این خشونت رو کاملا از بین برده باشه، باهاش مبارزه کرده باشه. ولی راجع به ایران که وقتی صحبت میکنیم، این خشونت خیلی آشکارتر هستش. یعنی شما میتونید موارد زیادی رو بیارید که حاکمیت خودش نقش داره. برای همین به نظر وقتی راجع به خشونت تو سطح خانواده صحبت میکنیم، از زنکشی صحبت میکنیم، از خودکشی صحبت میکنیم، باید، هرچند من مسئولیت فردی رو تو این زمینه اصلا انکار نمی کنم، همیشه روی این مسئله تاکید دارم، اما خیلی تحلیل سطحی هستش، خیلی تحلیل انگارانه هستش که شما فرد، خانواده یا یک مرد رو به تنهایی مقصر این خشونت ها بدونین. خشونت ها فراقانونی هست، در سطح قانون هستش، در سطح آموزش هستش، در سطح سیاست و خیلی سیستماتیک و ریشه‌ای هستش در ایران. درسته سیستم پدرسالاری رو ما در همه جوامع وجود داره، حالا چند و چونش بستگی داره به اینکه سیستم حکومت حاکمیت چقدر با این مسئله مبارزه کرده باشه. ما خیلی از کشورها رو داریم این مسئله رو پذیرفتن، خشونت علیه زنان رو پذیرفتن و گفتن از هر استراتژی، از هر نهادی، از هر قوانینی اینها استفاده کردن که این خشونت ها رو کاهش بدن. سیستم پدرسالاری که این رو بگیم، خب این تقصیر سیستم پدرسالاری هستش در ایران که این خشونت ها وجود داره. اما این سیستم پدرسالاری در یک جامعه باید ببینیم چرا این خیلی روز به روز داره اون خشونت علیه زنان رو بیشتر تشویق میکنه، داره بیشتر نهادینه میکنه. در مورد ایران نه تنها با اینکه جامعه تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی زیادی رو نسبت به دهه‌های قبل تجربه کرده، مردم آگاه‌تر شدن، فضای مجازی، دسترسی به اینترنت، دسترسی به آموزش خیلی مردم رو آگاه‌تر کرده نسبت به قبل، زنان نسل امروز دیگه با زنان نسل مادرها و مادر بزرگاشون خیلی تفاوت دارن، خیلی از حقوق خودشون رو به رسمیت میشناسن و ادعاش رو میکنن،
مثل خیلی از مادرای نسل قدیم نیستن که بگن که زندگی ما قضا و قدر، سرنوشت ما این هستش، ما این رو تحمل میکنیم، دیگه این رو تحمل نمیکنن. اما در جامعه مثل ایران این سیستم پدر سالاری نه تنها کاری انجام نمیشه، استراتژی در پیش گرفته نمیشه که این سیستم، این سیستم که ریشه هزاران ساله داره ضعیفتر بشه، به حاشیه بره، بلکه در تحت ایران، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، روز به روز این سیستم داره قوی تر میشه و ازش دفاع میشه، تشویق میشه. شما موارد زیادی رو که مثلا طرف رفته زنکشی رو مثلا تو لرستان رفته افشا کرده، خبریش کرده و این قاتل نیست که مقصر جلوه داده میشه، این کسی هستش که این خبر رو پوشش داده. خب شما با همین مثال میتونیم بگین که میتونیم ببینیم که چقدر حاکمیت در ایران طرفدار این سیستم پدر سالاری هستش و اون رو در راستای ایدولوژی و اهداف خودش میدونه. همونطور که از اسم شبکه ما مشخص هست، شبکه حقوق بشر کردستان، دایره اطلاعات ما و چارچوب کار سازمان ما بیشتر در راجب مناطق مختلف کردستان ایران هستش. ما راجب ایران کار نمی کنیم، اما راجب کردستان تا اونجایی که امکان داشته ما تلاش کردیم که کیس های مختلف رو بررسی بکنیم، ببینیم روند چجوری بوده. قطعا این آمار خشونتی که شبکه حقوق بشر کردستان از ابتدای سال جاری شمسی تا امروز این جمع آوری کرده، همه خشونت ها نیستن. ما نمیتونیم به عنوان شبکه آمار خاص خودمون رو مثلا در چارچوب خانواده ها چی میگذره، خیلی موارد رو ما امکانش رو نداریم بررسی بکنیم، اما با اطلاعاتی که تا حالا دست جمع آوری کردیم، خب در ایران فقط خشونت‌های آشکار رو ما میتونیم بهش بپردازیم، خشونت‌هایی که اصلا بیان نمیشه، در چارچوب خانواده‌ها، در چارچوب جامعه مخفی نگه داشته میشه، ما نمیتونیم به اینها دسترسی داشته باشیم. پس آمار خشونت‌ها قطعا خیلی خیلی بالاتر از اینی هستش که ما اعلام میکنیم، اما مواردی که ما جمع کردیم و از حد اکثر یعنی تلاش خودمون رو کردیم که این اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم، زنان مثلا خیلی از فعالین، ما 11 مورد بازداشت زنان رو داشتیم به خاطر فعالیت‌های مدنی که خیلی با مسئله امنیتی در ایران اصلا مشکلی نداشته و اینها، ولی باز هم ما 11 مورد بازداشت زنان رو داشتیم. برخی از این زنان به طور موقت آزاد شدن تا زمان برگزاری دادگاهشون. آمار خودکشی ها در کردستان ایران خیلی خیلی بالا بود. مطمئناً باز همین آمار همه خودکشی ها نیستش. ما حدود حداقل 59 نفر خودکشی زنان رو داشتیم که 11 نفر از این زنان زیر 18 سال بودن و این خیلی خیلی نگران کننده هستش که روز به روز داره آمار خودکشی ها، سن این کسانی که اقدام میکنن سنشون پایین تر میاد. از ابتدای سال جاری هم طبق آخرین آماری که ما جمع آوری کردیم، 23 زن کرد در مناطق مختلف کردستان و ایران اینها کشته شدن. 4 نفر از این زنان به دلیل اینکه در اون صحنه قتل که زن دیگه قرار بوده کشته بشه، اینها تصادفا حضور داشتن کشته شدن، یعنی اینا هدف اصلی زن کشی نبودن. اما 19 مورد دیگه اینا هدف اصلی زنکشی بودن که به خاطر زن بودن و جنسیتشون اینها کشته شدن، که در استانهای کرمانشاه بودن، ایلام، آذربایجان غربی و استان کردستان بودن. خیلی از جاها ما بحث زنکشی رو که یک زن امکان داره به خاطر جنسیتش کشته بشه با قتل ناموسی ما قاطی میکنیم. حالا بستگی داره، بعضیا میگن هر زنی که کشته میشه به خاطر جنسیت یه جورایی کنترل بدن هستش، یک مرد خانواده به خودش این اجازه رو میده که این زن رو کنترل بکنه، اینها خانه ها در چارچوب قتل ناموسی قرار میگیرن. اما تعریف زیادی وجود دارن که تعریف زنکشی رو از قتل ناموسی جدا میکنه، میگه که مثلا اگه زنی کشته میشه به خاطر ناموس، یعنی موقعی هستش که یک زن کدهای اخلاقی رو که مبتنی هستش بیشتر بر روابط جنسی، مثل اینکه رابطه خارج از ازدواج داشته، حاملگی خارج از ازدواج داشته، یا فقط رابطه تلفنی یا نامه چیزی با کسی خارج از ازدواج یا خارج از خانواده داشته، اینها اگه خانواده، مردای خانواده یا حتی زنا هم اینها برنامه ریزی کنن که این زن آبروی ما رو برده و ما باید این رو حذف فیزیکی بکنیم،
و در نهایت از اون کاری که انجام میدن هیچ احساس پشیمانی ندارن، برعکس بهش افتخار میکنن. اگه ما بیایم این قد این رو تعریف خودمون از قد ناموسی در نظر بگیریم، مواردی که ما جمع‌آوری کردیم خیلی کم در چارچوب این قد ناموسی قرار میگیرن. زنان به دلایل مختلفی کشته شدن، بعضی جاها مثلا خصوصا در ایلام یا استان کرمانشاه سخت بوده دسترسی به اینکه دلیل اصلی قتل چی بوده. سایت های داخلی وابسته به دولت رو بررسی کردیم، فقط گفتن به دلیل اختلافات خانوادگی. حالا این اختلافات خانوادگی چی بوده ما خیلی اطلاع نداریم، اما مواردی که مشخص شده این اختلافات خانوادگی رو تایید میکنه. اما مثلا دلایل چی بوده؟ مثلا اختلافات ناشی از فقر مالی بوده، زن و مرد به خاطر فقر مالی اختلافات زیادی داشتن و این باعث شده در نهایت مرد زن رو از بین ببره، یا اینکه مرد معتاد بوده، یا زن به خاطر خشونت شوهرش تقاضای طلاق کرده، یا به خاطر اختلافات مالی. دلایل مختلف بوده. 14 نفر از این زنان به خاطر این اختلافات خانوادگی کشته شدن. 3 نفر از زنان به خاطر این بوده که به خواستگاراشون جواب رد دادن. واسه همین این 3 نفر مثلا درست این خواستگاره احساس میکنه که این زنه ملک اینه، این باید فقط به این جواب مثبت بده، حق نداره به دیگری جواب مثبت بده. خیلی ها میگن این جزء قتل ناموسی هستش، اما قتل ناموسی که خود خانواده ها مخالف بودن حتی و هیچ برنامه ریزی براش نشده، این به نظر من در چارچوب قتل ناموسی قرار نمیگیره. شاید ما بتونیم فقط 2 مورد رو در چارچوب قتل ناموسی قرار بدیم. یکی قتل فائزه ملکی بوده، 22 ساله سنندجی که توسط پدرش سوزونده شد و بعد چند روز در بیمارستان جونش رو از دست داد. روایت ها متفاوت هستش، اما روایتی میگه که فائزه هرچند قبلا ازدواج کرده بوده ولی کما قبل از ازدواجش، دوران ازدواج و بعد از ازدواج، بعد از طلاقش از یکی از مردایی که میشناخته با این دوست بوده، دوست داشته با این ازدواج بکنه و پدرش مخالف بوده به خاطر همین سابقه طولانی روابطی که اینها با هم داشتن. اگه این روایت درست باشه مثلا اینقدر در چارچوب قتل ناموسی قرار میگیره. یا قتل شکیبا بختیار دختر 16 ساله کرمانشاهی که به خاطر اینکه دیر رفته خونه و توسط پدرش کشته شده. هرچند روی اینم حالا شک وجود داره، امکان داره پدر دچار فشار عصبی آنی شده باشه و در یک لحظه این رو تصمیم گرفته باشه. متاسفانه چون به این کیس ما از نزدیک ارتباط نداشتیم نتونستیم چند و چون خبر که چجوری بوده، اما در کل میتونیم این 2 کیس رو ما جز قتل ناموسی قرار بدیم. بقیه موارد اختلافات خانوادگی بوده و 3 نفر جواب رد دادن به خواستگاراشون مثلا. ولی خب یه اتفاقی که دیگه که اینجا میفته، ما وقتی اخبار رو بررسی میکنیم موارد زنکشی رو، فقط به صحبت‌های خانواده فرد قربانی اتکا نمیکنیم. ما تلاش میکنیم از نزدیکان دیگه، مثلا در قتل فائز ملکی ما تلاش کردیم با افراد روستا صحبت بکنیم، با اون کسی که فائز دوست داشته با خود اون صحبت بکنیم و با خانواده فائز صحبت بکنیم. این روایت ها رو در کنار هم قرار میدیم. بعد از اون اگه امکانش باشه، خب مطمئنم برای همه موارد این امکان وجود نداره، اما تلاش میکنیم خیلی زود خبر رسانی نکنیم تا اینکه از خبر ما مطمئن بشیم، بعدا این خبر رو بذاریم. اما در قضیه قتل ناموسی، مثلا در مسئله فائز ملکی، خوشبختانه طی سالهای اخیر این فضای اینکه آگاهی رسانی شد و اینا به نظر من تأثیرش رو گذاشته. مثلا با اینکه فائزه قبل از مرگش گفته که پدرش اون رو سوزونده، پزشک معالجش این رو خبر رو تایید کرده و در فضای مجازی منتشر کرده، اما پدر میگه به هیچ عنوان من این کار رو نکردم، دختر من خودش رو سوزونده و این قتل رو انکار میکنه. یعنی یه جورایی اگه قبلا افتخار بود برای خانواده که دخترش رو میکشتن، امروز دارن هر تلاشی میکنن که این رو انکار بکنن. و همین که پدر فائزه چند روز بازداشت شد، آزاد شد چون هیچ وقت قبول نکرد که این دخترش رو سوزونده. این موارد خیلی کمتره، یعنی اگه حتی موارد اینجوری هم باشه بیشتر خانواده تلاش میکنن مخفی بکنن. اما قانون 100% حمایت میکنه، قانون قوانین مشخص خودش رو داره، کاملا طبق موارد قانونی مشخص دفاع میکنه. اما میگم این مسائل انقدر قوه پیدا کرده که حتی اگه پدر فائزه هم 100% قاتل باشه، این مسئله رو انکار میکنه. ولی قانون 100% از همچین مردایی حمایت میکنه. در یعنی بدترین کیس هایی که فضای عمومی رو
باش یه جوریه که فضای منفی ایجاد میکنن، حتی با اینها برخورد بکنن فقط چند ماه تا یکی دو سال اینها زندانی میشن، حبس میشن، یا مثلا کمتر از 10 سال. واسه همین این حمایت های خودشون رو دارن، اما تغییرات رو میبینیم در جامعه که مثل قدیم دیگه خانواده ها به این جور مسائل، به این جور قتل ها افتخار نمی کنن. اما اولا گفتم که بحث خشونت در ایران نسبت به زنان یک بحث ساختاری و سیستماتیک هستش. محال در جامعه که شما هیچ ابزاری رو در دست ندارین، قانون، حاکمیت تمام قد از این خشونت ها حمایت میکنه، تایید میکنه، تا اونجایی که راه داشته باشه مخفی میکنه و از قاتلین و از زنکش ها حمایت میکنه. شما در چنین مواردی خیلی سخته که از راهکار صحبت بکنین در جامعه مثل ایران. اینها تغییر اصلاح قوانین رو میخواد، ایجاد نهادهای حمایتی رو میخواد، مسئله آموزش رو میخواد، خیلی خیلی راهکارهای دیگه و اصلا مسئله اقتصاد. شما وقتی که زنی که از لحاظ اقتصادی رفته آموزش دیده، به حقوق خودش آگاه شده، میدونه که مثلا زندگی چی میخواد چی نمیخواد، در ذهن خودش روشنه که از زندگی چی میخواد، اما جامعه این امکان رو بهش نمیده. بعد از سالها تحصیل کار نداره، از لحاظ اقتصادی دوباره وابسته است به خانواده و این دوباره برمیگرده تو خانواده. یکی از راه‌های اینکه این خشونت‌ها کم بشه این هستش که زنان قدرت اقتصادی داشته باشن، کار بکنن، بیرون از خانواده باشن، استقلال خودشون رو تو زمینه‌های دیگه داشته باشن. اما متاسفانه در ایران همچین زمینه‌هایی به هیچ عنوان وجود نداره. به خاطر بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی روز به روز داره وضعیت بدتر میشه. برای همین راهکار به نظر من خیلی سخته. ما به عنوان شبکه، نه ما نه هیچ نهاد و ارگان دیگه‌ای نمیتونه کار بکنه. تنها راهی که ما داریم این هستش که این موارد رو رسانه بکنیم، راجبش چند و چون این صحبت بکنیم. اگه مثلا کسی میاد قتل بعضی از زنها رو به خاطر این که مثلا اینها به قول خودشون آبروی خانواده رو بردن تایید میکنه، شما میاد مثلا یک راجب جزئیات زندگی این شخص مینویسی. مثلا یکی مثل فائزه ملکی، پدر و مادرش از هم جدا شده بودن و این پدرش دوباره ازدواج میکنه و پدرش خیلی زود میخواد که اینا ازدواج کنن برن و فائزه قربانی کودک همسری اجباری میشه. وقتی شما اینها رو بحث میکنی، طرف میگه خب در همچین شرایطی مثلا من چجوری میتونم بگم که مثلا چرا این به کدهای اخلاق جامعه احترام نذاش، چرا اون چیزی که خاص انجام بده. یعنی کار ما بیشتر در سطح اطلاع رسانی و آگاهی رسانی راجب کیسایی که ما بهش دسترسی داریم در همون حد میتونه. و همون جورم که گفتم، به نظر من در سالهای اخیر سازمان‌های مختلفی در این زمینه کار کردن، تأثیر خودش رو گذاشته. اگه قبلا میگم قاتل‌ها اعضای مرد خانواده با افتخار میگفتن که ما زن رو کشتیم، میرن خودشون رو معرفی میکنن و هیچ ابایی هم ندارن، امروز کسی مثل پدر فائزه کماکان داره این مسئله رو انکار میکنه. یعنی این مسئله قبح پیدا کرده، به نسبت قبل این مسئله ارزش اجتماعی نداره. من خودم قبلا یادم هست یه خانواده، اگه یک خانومی کاری میکرد از طرف جامعه این فشار بود که این زنه باید کشته بشه، اما امروزه همه دارن به یه جورایی محکوم میکنن و این نشون میده که این اطلاع رسانی، این آگاهی رسانی تأثیر خودش رو گذاشته و این تنها زمینه‌ای هستش که سازمان‌های حقوق بشری، فعالین زن میتونن در این زمینه تلاش بکنن.